سلام دوستای گل و نازنین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی را پیش رو داشته باشین. امروز این ویدیو آموزش خامه چیز کیک و سس براق روی اون را داریم. امیدوارم که مورد پسند شما خوبان هم قرار بگیره. خب قبل از اینکه بریم مواد اولیه رو ببینیم، دوستان عزیزی که تازه به کانال پیوستن لطفاً کانال لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من باخبر بشین. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین شیر کنید برای دوستانتون و کامنت هم بذارید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون تهیه کنم. خب ما اول میاییم یک قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو با مقداری آب سرد با هم مخلوط میکنیم. وقتی پودر ژلاتین با آب سرد مخلوط شد، بعد روی حرارت غیر مستقیم روی گاز قرار میدیم و میذاریم تا ژلاتین بنماری بشه. خب وقتی ژلاتین حل شد میذاریم تا سرد بشه که بتونیم بعداً به خامه اضافه کنیم. مواد لازم برای خامه چیز که 100 گرم پنیر خامه‌ای، 1 پیمانه خامه، 3 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری هم گلاب. ما توی این مرحله اول میایم خامه را با مقداری گلاب و 3 قاشق غذاخوری شکر با هم میکس میکنیم به مدت 5 دقیقه تا خامه کاملا حالت بگیره. خب همونطور که توی تصویرم میبینید خامه داره کم کم حالت میگیره. وقتی خامه فرم گرفت میذاریمش داخل یخچال یا جای خنک. بعد میایم پنیر خامه‌ای که داشتیم و با مقداری شکر میکس میکنیم. خب تو این مرحله پودر ژلاتینی که بنواری کرده بودیم و سرد شده رو به پنیر خامه‌ای اضافه می‌کنیم و دوباره با همزن کمی میکس می‌کنیم. من پودر ژلاتین رو به این خاطر استفاده کردم که وقتی خامه رو روی چیز که قرار میدیم خودش رو بگیره و وقتی قالب باز می‌کنیم خامه نریزه و حالت ژله‌ای به خودش بگیره.
خب توی مرحله پنیر خامه ایمون رو به خامه اضافه میکنیم و دوباره با هم اینا رو میکس میکنیم. دوستان شما میتونید از این خامه برای کاور کیک هم استفاده کنید و برای کاپ کیک هم میتونید استفاده کنید. بسیار خوشمزه است، به خصوص بچه ها این نوع خامه رو بسیار دوست دارن. خب من آموزش چیز کیک رو قبلا بهتون داده بودم، فقط خامش رو نبود که دوستان خیلی زیاد خواهش کرده بودن. خب توی این مرحله خامه رو اضافه میکنیم به چیز کیک و کمی روش رو صاف میکنیم، دوباره قرار میدیم داخل یخچال به مدت نیم ساعت تا خامه کمی خودش رو بگیره. خب ما میاییم توی این مرحله ژله رو آماده کنیم. مقدار 4 قاشق غذاخوری پودر نشاسته ذرت و 1 لیوان آب سرد با هم مخلوط میکنیم و مدام روی حرارت باید ملایم باشه هم میزنیم تا ته نگیره و به غلظت دلخواهی که ما میخواییم برسه. خب این همون غلظتی که ما میخواییم. توی این مرحله شما میتونید بهش رنگ خوراکی اضافه کنید و یا شربتی که خودتون دوست دارید، هر رنگی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. من از شربت بلوبری که خودم تهیه کردم استفاده کردم. همه شربت یک دفعه نمیریزم و کم کم به این مایه اضافه میکنیم و مدام هم میزنیم تا دوباره به غلظت دلخواه برسه. دوستان همونطور که توی تصویرم میبینید سس داره رنگ شفافتری به خودش میگیره و هم غلظت بهتری پیدا کرده. وقتی که به غلظت دلخواه رسید میذاریم با دمای محیط سرد بشه. خب دوستان توی مرحله اون سس براقی که آماده کردیم رو از صافی رد میکنیم. و دوباره به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار میدیم. خب دوستان توی مرحله وقتی که از یخچال آوردیم بیرون دور قالب رو با چاقو برش بزنید که راحت تر بشه از قالب جدا کرد چیز کیک رو. خب دوستان من توی مرحله میخوام روی کیک رو کمی با خامه تزیین کنم و از میوه های تازهی که خودتون دوست دارید میتونید استفاده کنید.
خب دوستان، همونطور که تو تصویرم میبینید چیزکیک که من کاملا آماده است و تشکر از این که تا این لحظه با من همراه بودید و منو همراهی و حمایت میکنید. دوستای گلم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، شیر کنید و کامنت هم بذارید و برای دوستانتون هم بفرستید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون تهیه کنم.